Now, give the floor to Ms. Rosa Otunbayeva. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر جمعه اول سرطان برگزار شد. در این نشست رضا اوتنبایوا رئیس یونما گفته است که فعالیت های سیاسی و مدنی در افغانستان ممنوع است و طالبان ثبات را که از آن یاد می کنند در نتیجه سرکوب به دست آوردند و گفته او ثباتی که در نتیجه سرکوب دیدگاه های مخالف به دست آید شکننده است. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گفته است که دو موضوع مهم از جمله عدم حضور زنان و فقدان گفتگو در مورد حقوق بشر در نشست سوم دوحه ناامید کننده است. آقای فایق در نشست شورای امنیت سازمان ملل بر اهمیت حضور زنان و گفتگو درباره روند سیاسی و حقوق بشر در نشست سوم دوحه تاکید کرده و افزوده که جایگزین نکردن این موضوعات ناامید کننده است. فایق خاطر نشان کرد که نادیده گرفتن این موضوعات واقعیت‌های جاری در افغانستان را عادی سازی کرده است و این یک عقب‌گرد کامل محسوب می شود. از سوی هم شینو میتسوکو نماینده ژاپن در شورای امنیت خاطر نشان کرده که کشورش در برابر حقوق زنان افغانستان کوتاه نمی آید و باید در نشست سوم دوحه صدای زنان این کشور شنیده شود. نشست سوم دوحه درباره افغانستان تا کمتر از 10 روز دیگر در حال برگزار می شود که مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در اجندای آن دیده نمی شود. با تسلط گروه طالبان موج عظیمی از نیروهای بشری افغانستان برای نجات زندگی برخی گروه های سیاسی و حقوق بشری و جنبش های زنانه عدم حضور زنان در این نشست را خیانت به زنان عنوان کرده است. از سوی دیگر گاردین در یک گزارش تازه نوشته است که طالبان خواهان عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه هستند. پیش از این دیدبان حقوق بشر گفته بود که سازمان ملل بحث زنان را از اجندای نشست سوم دوحه حذف کرده است.